حکومت افغانستان یک بار دیگر جمهوری معتادین مواد مخدر را به هدف تداوی در شهر کابل از سر گرفته است. به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در برنامه جمهوری معتادین به روز یک شنبه با تعداد 400 معتاد از منطقه پل سوخته شهر کابل جمعآوری شده و به کمپ تداوی معتادین انتقال گردیدند. دکتر شاپور یوسف معاون ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت سلامت در مورد میگوید تداوی از یا به شکل درستش میشه، اما فاکتورهای دیگه زی دخل است ده ای که دوباره معتاد روی نبیاره با مواد مخدر. شما میبینین که معتاد بسیار به شکل آسان دسترسی داره به مواد مخدر. فقر، بیکاری و عدم موجودیت وظیفه عوامل استگمایی که در اجتماع موجود است که معتاد از خود میرانند، عواملی است که باعث میشه که معتاد دوباره بیاد زیر پل جای بگیره و بعد از تداوی در اجتماع ادغام نشه. این در حال است که به اساس معلومات وزارت سلامت افغانستان در حال حاضر حدود 3 میلیون معتاد به شمول زنان و اطفال در این کشور وجود دارد. در این حال دو تن از معتادین که قبلا در کمپ امید تحت تداوی قرار گرفته بودند دوباره به مواد مخدر روی آوردند. آنان در مورد روی آوردن دوباره شان به مواد مخدر به رادیو آزادی گفتند: ده ماست که ما دمی کابل به خاطر وظیفه اومده فهمیدی، یعنی صرف از در که ما برایم پس یک ماده ما نامید میشه، کس دست ما رو نمیگیره، کس جواب ما رو درست نمیده. 45 روز سپری کردیم، بعد 45 روز رفتیم در امور اجتماعی، در داخل کار امور اجتماعی نمینجا مواد می آوردن دونمونجا، دوباره پس ما معتاد شدیم. که معتاد شدیم باز رفتیم بیرون رفتیم، دو ماه دیگه در بیرون بودیم، بعد از دو ماه بعد دوباره جمعواری آمدن، ما رو جمعواری کردن آوردن اینجا دیگه بستر شدیم. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر از بازداشت 50 پلیس در قضای مواد مخدر خبر داده و میگوید در طول یک سال بیش از 700 تن را در ارتباط با فروش مواد مخدر بازداشت کردند. هرچند آقای احمدی اطمینان میدهد در قسمت بازداشت قاچاقچیان و کاهش مشکل مواد مخدر اقدام جدی میکنند، اما سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر این پدیده را یک مشکل جهانی خوانده و میگوید در این راستا به همکاری اقشار مختلف و جامعه جهانی نیاز است.